سلام، با یه برنامه دیگه فرش ایرانی مهمان شما هستیم. با ما همراه باشید. هر اثر هنری احساسات خالقش رو با خودش همراه داره. پس باید بدونیم که هر اثر هنری چه پیامی رو از طرف خالقش به ما میده. بهتره بدونیم که معنی یک شعر چیه، شاعر منظورش چی بوده از اون شعر، یا یه نقاش یا یه طراح فرش و بافنده فرش. امروز میخوایم با همدیگه در خصوص رنگ و نقش فرش صحبت بکنیم. یه سری چیزهای کلیه در خصوص اینکه در کجای ایران چه نقشه هایی، چه طرحهایی و چه رنگ هایی استفاده میشه و ما اونا رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم برای طراحی داخل خونه خودمون که چه فرشی مناسب چه فضایی هست. ایران شاید از معدود کشورهایی باشه که اگه شما به هر نقطه از اون سفر بکنید هنر فرش بافی و رنگامیزی رو میتونید تون ببینید. به چهارمحال بختیاری اگه سفر کنید مطابق اون رنگامیزی که در طبیعت وجود داره روی فرش هاشون میبینید. همینطور کردستان زیبا، شمال غرب ایران، آذربایجان و بالاخره مناطق مرکزی و جنوبی ایران که شما میتونید تطبیق فرش ایرانی رو با معماری اون ببینید. باغ شازده ماهان یا حمام فین کاشان و هزاران باغ ایرانی دیگه چه ارتباطی بین معماری و هنر فرش بافی هست؟ اگه به این باغ ها تشریف برده باشین میدونید که یه ساختمان مرکزی به نام کوشک در مرکز این باغ ها هست. زیبایی از این مرکز به تمام باغ ادامه پیدا میکنه و به حاشیه ها تموم میشه. در چهار طرف باغ چهار تا ساختمان به صورت قلعه وجود داره. همین معماری رو شما میتونید روی فرش ببینید. از ترنج وسط فرش همون کوشک هست و آبراها که به صورت حاشیه در اطراف فرش پیچیدند. چهار ساختمان کناری هم همون محراب فرش هستند. کجا از فرش های رنگی استفاده بکنیم؟ کجا از فرش های استفاده بکنیم که رنگ کمتری داشته باشن، سایز فرش چه اندازه باشه و کلن چه طرحهایی به دکوراسیون ما بیشتر نزدیک. برای انتخاب یه فرش پارامترهای مختلفی رو باید در نظر بگیریم. رنگ زمین، رنگ دیوارها، رنگ دکوراسیونمون و سایز اتاق و اون فضایی که میخوایم فرش رو در اونجا استفاده بکنیم.
در این برنامه میخوایم اطلاعاتی رو به شما بدیم که طرح‌ها رو بهتر بشناسیم تا بتونیم انتخاب بهتری برای فضای خودمون داشته باشیم. چه فرشی برای چه فضایی خوبه؟ از لحاظ طرح یا از لحاظ رنگ؟ درخت طراحی فرش شاخ و برگ‌های زیادی داره. ولی این درخت دو شاخه اصلی داره: طراحی روستایی و طراحی شهری. همینطور که می‌بینید در طراحی روستایی پترن تکرار میشه، یعنی اون نقشی که روی فرش هست تکرار میشه و ساخته و پرداخته ذهن بافنده است. در طراحی فرش شهری قبل از اینکه فرش بافته بشه، طرح توسط طراح روی کاغذ پیاده میشه و آماده میشه برای بافت. همونطور که میبینید این طرح کامل قبل از اجرا روی کاغذ کشیده شده و به دست بافنده داده شده. تفاوت دیگه‌ای که بین فرش‌های طراحی شده روستایی یا شهری هست، رنگ‌آمیزی اوناست. متأثر از اطراف و پیرامون طبیعت پیرامون روستاها، رنگ‌های شادتری در فرش‌های روستایی می‌بینیم. جدای از تمام این طرح‌ها و نقش‌هایی که براتون گفتم، فرش ایرانی زیبایی خودشو داره، مال هر خطه از ایران که باشه. برای اینکه اطلاعات بیشتر و بهتری داشته باشید، برنامه بعدی ما رو حتما دنبال کنید. شما رو به خدا می‌سپارم.